هرچی سعی کن تو این برداشت احساسات بیشتری نشون بدی. میبخشین اما راستشو بخواین من از ارتفاع وحشت دارم، نمیتونم لبخند بزنم. به پریدن و این که ارتفاع چقدر زیاده فکر نکن، خون سرد باشو به چیزای خوب فکر کن. باشه سعی تو بکن، سعی کن. باشه سعی میکنم. آره همین خوبه، منم همینو میخوام. دوربینو را بنداز، حرکت. چرا پرید؟ هنوز که آماده نبود. شیرجه‌رونده بعدی جنگ جون با شماره 5225. سومین قربانی لبخند به صورت بودیم. او قهرمان پرش شیرجه ژنگ جون نام داشت. شاهدان اظهار می‌دارند او به طور ناگهانی حین پرش از سکو و در هوا مرد. علت مرگ هنوز مشخص نیست. پس از این حادثه هواداران ژنگ جون برای سوگواری کنار آرامگاه او گرد آمدند. آنان در حالی که اندوه خود را ابراز می‌داشتند از پلیس درخواست پاسخگویی داشتند و مصرانه نمی‌خواستند بدانند پرونده این قتل‌ها کی به نتیجه خواهد رسید. فشار هواداران و خانواده‌های دابدار بر روی پلیس هر لحظه بیشتر می‌شود. سرباز رس پلیس ما دیروز در مصاحبه ای اعلام کرد به زودی بیانیه ای برای عموم صادر خواهد کرد. حالا به خبرهای دنیای سرگرمی میپردازیم. مترجم سعید بازرجانی، مدیر دوبلاژ زهره شکوفنده، دوبله شده در استودیو کوالیما، ارائه شده توسط وبسایت تای موویز. من پلیسم. تمومش کن، اگه همینجور تکرارش کنی همه دنیا میفهمن تو پلیسی. آنجلا، مطمئنی من باید این لباس اسکاتلندی رو میپوشیدم؟ آره. تو مطمئنی این دامن اسکاتلندی خیلی کوتاه نیست؟ نه بابا، من دو سال پیش این لباس رو تو تعطیلات خریدم برای خودم. ها؟ آخه این چه کاریه؟ کارگاه هوانگ چی گفتی؟ Where are you?
از سفارش میز شماره 5 چی شد؟ بجنبین، مردم که تمام شبو نمیتونن صبر کنن. تو یه ساعت به چی زل زدی؟ زود باش دیگه. ای بابا، سرشواز ما رو باش، نگاش کن. تو باید الان تو سالن جشن باشی، تو آشپزخونه چیکار می‌کنی؟ من اینجا کمی کردم تا وقتی تقی به توقی بخوره میخوان از راه آشپزخونه فرار کنن. گفتم زود باش مرد، برای چم تو نشستی زل زدی به میز؟ بچم یه کاری بکن. دامنه این بابا چرا انقدر کوتاست؟ آخه کی به فکرش میرسه که میشه با پوشیدن همچی لباسی بیاد توی این جشن؟ سر تا پاشو نگاه با این دامنه که پوشیده، هیچ کس به شک نمی کنه. بگو ببینم فرق تو با قاتل چی؟ منم با کش قاتل. داری سر به سرم بذاری؟ پس بخند. کارگاه بانک آروم باش. چرا انقدر خشنی؟ کوتا بیا. منو مسخره میکنی؟ هر کسی دنیا فشن رو درک نمیکنه. بلش کن خاک تو سرم. بی جنبه. خانم، اگه حرفشو باور میکردم دیگه اسمم وانگ بوئر نبود. درسته، چون وانگ اصلا اسم احمقانه نیست. آنجلا، میشه کانالو عوض کنی؟ موضوع چیه؟ گوش کن خانم، باید ازت بپرسم برای چی باید من و هوان کنار هم کار کنیم؟ مشکلی هست؟ فقط میخوام بدونم چرا. چون تو خیلی خودرایی. هوان که پلیس میانسال خطرگریزه، گفتم تنها کسی که میتونه تو رو مهار کنه اونه. صبر کن میبخشی که میپرم وسط حرفتون. من یه پلیس میانسال نیستم، یه پلیس جور دادم. کانال 3. ببین، با پلیسی مثل هوان که تا حالا هیچ کار برجسته‌ای نکرده زیادی حرف میزنه. اگه نمیتونی کاری بکنی پاشو برو پیکار. وقتی نیاز به زد و خورد پیدا کردیم چی؟ اون ممکنه سنش بالا باشه و زیاد حرف بزنه، اما جوانیاش پرونده‌های بزرگ زیادی رو حل کرده. اون کارهای خطرناک زیادی کرده. تا حالا دوام آورده. پس کارش خوب بوده. خیلی ممنون خانم. چطور هنوز داری میشنوی؟ فکر می‌کنی با عوض کردن فرکانس من هنوزم میتونم بشنوم؟ پس مظنونیم میتونن حرفای شما رو بشنون. خیلی وقت ندیدم. دلم برات تنگ شده بود. دلت فرنگ هر چی تنگ شده باشه من دارم. آماده باشین. همه گوش به زنگ. یادتون باشه هیچ حرکتی نمی‌کنیم تا اینکه پول و جنس دست به دست بشه. از جشن اسکاتلندیا خوشت میاد. نقد. جنس خفه. زود باش. زود بچه اینم پول. جنس ها رئیس. اونا یه راست رفتن سر اصل مطلب. پول و جنس الان رو میزه. وانگ برگرد به موقعیتت. سب کن تا پول و جنس مبادله بشه. تا پیش از اون نذارید به چیزی شک کنه. چنهو دیگه کیه؟ چنهو سردسته جنایتکاری که 7 سال پیش داره این شد. Short hair, black trench coat, heading in my direction. اون چنهوه، خودشه. امکان نداره. حالا که دیگه داریم تعطیل میکنیم آقا چنهو اومده؟ وانگ بار برگرد سر موقعیتت. هدف امشب ما گوجا باوه. گروه سی رو برای دستگیری چنهو میفرستیم. هر آن ممکنه ببره. چنهو یه خلافکاری پیش هست. پرونده ویژه اونو باید به نیروهای ویژه سپرد. تا الان هم 7 سال صبر کردیم، دیگه نباید صبر کنیم. ما 7 سال صبر کردیم. خب یکم دیگه روش. آخه چقدر دیگه؟ تا بازش هست. سرش کن. Now it's time for a prize drawing. Who's the big winner? Let's get started. چیشی از این برنده ی خوششانس امشب کیه؟ و اون کسی نیست جز این آقای محترم. یه هرکه پولیش کشت مرده این کاراتم. خیلی وقت ندیدم. چه دامن خوشگلی. فرار میکنه.
خانم چی گوش میدی؟ دارم به صدای نقشم گوش میدم که دود شده و داره میره هوا. همه چی تمام شد. خانم هنوز تموم نشد. وانگفی، وانگفی، برو به کمک کارگاه وانگ. وانگفی هونگ، جواب بده. کارگاه وانگ؟ ای وای! تو دیگه کی هستی؟ یادم رفت خودم رو معرفی کنم. پلیس. حرکت نمیتونی از چنگ در رفت. فکر کردی گرفتی شد دیگه کار تمومه. آره این یه ماموریت ساده بود. هر دو مظنون فرار کردن، جنس و مدارکم از دست دادیم. چنهور هم که سالها دنبالش بودیم راحت گذاشتین در بره. چه توضیح داریم بدین ها؟ دوست دارین شما رو اخراج کنم یا خودم رو بکشم؟ خانم ما انتظار دیدن چنهو رو نداشتیم. اگه نقشمون خوب پیش میرفت حداقل خسارت وارد میشد. تمام رستوران رو داغون کردین، حداقل خسارت اینه؟ شما هیچ غلطی نتونستین بکنین. احمقا، کودنها، بی دست و پا. ممنون بازرس. برای چی؟ من هم همینا رو بهشون گفتم. بهشون گفتم رئیس با آهوشه، باید به حرفش گوش داد، کارش خیلی درسته. ببند دهن تو. 18 نفر تو بیمارستانن. $1,000,000 هم به رستوران خسارت زدین. بگیم ببینم کی پولشو میپردازه. من تقصیر اینا نبود. معجزتم کنین و بذارینم پشت میز. خوبه، پس منشی من میشی و از فردا کارتو شروع میکنی. حرفمو بس میگیرم.
هر ستون باید تمام جزئیات ماجرا رو بنویسین و اگه خوشم نیاد از این به بعد نگهبان پارکینگ میشی. بله خانم. الان تقریبا ساعت 6، فردا کارو شروع میکنیم. میدونی چرا من هنوز یک کارگاه هم؟ یه مدرک دانشگاهی در تحقیقات جنایی دارم، یکم در روانشناسی جنایی، 2 پرونده بزرگ حل کردم، 3 جایزه گرفتم، اما هنوز سلفی نگرفتم. میدونی چرا؟ چون احمقی. ولم کن بابا. من احمقم؟ خود تو احمقی. چی؟ تو سالها ترفیع منو عقب منم نباشم تو همینی. 2 سال پیش جمعوری عرازل کازابی و شامشوی پرو یادته؟ بله یادمه. ما حتی نتونستیم 2 دستگیر کنیم. اما اونجا من یه انگشتر بدلی پیدا کردم که ما را رسون به قاتل سریالی. متوجه نیستی؟ اگه من نبودم تو الان کجا بودی؟ حالا زانو بزن تشکر کن. زانو بزنم و تشکر کنم؟ اگه یه روز بتونی تو حل پرونده کمکم کنی به افتخار. اگه من کاری برات نکردم پس کی کرده؟ سنگ قاتلت. خب دعوا میکنین ها، ازدواج مناسبه میشه. چون دعوا میکنین باید ازدواج کنین. با این بیمنطق ازدواج کنم؟ حتی اگه مواد مثل دندونت سفید چی باید ازدواج نمیکنم؟ تو خیال کردی من با تو ازدواج میکنم؟ بیا جلو، هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. چرا ازشو دردانی؟ بس خواب دردار کنم دیگه نزن. میزنم ببینم چی کار میکنی. کی اون متهم شب پیش دستگیر کرد؟ شما یه قهرمانید. اینا پرونده های فوق سری هن. اینترپول 5 ساله که در جستجوی این مرده. اون رئیس یه سایت فیلم دزدی غیرقانونی، بیتورنت. تا این سالها یه عالمه فیلم آپلود کرده. دیدینش؟ اون چیزی نمیدونه. ادامه بدیم. تازگی ها زده تو کار فیلم های کنگفایی، مثل شمشیر پران، دروازه اژدها، بیباک. فکر کنم شما رو یه جایی دیدم. این کارشون دوستیه، باید دارشون زد. در واقع اونی که دستگیرش کرد من بودم. با من حرف بزنی درستش اینه، احساس مادهنی کل عملیات من بودم، رئیس منم، فقط وظیفه ما انجام دادم. یه لحظه اجازه بدی لطفا به اینجا توجه کنی. نگران نباشید، فقط میخوام یه عکس یادگاری بگیرم. بگی چیز؟ بالاخره تلفن رو جواب دادی. عصبانی نشو، بذار توضیح بدم. یه فرصت دیگه بهم بده. آه فقط خفه شو. کارگاه وانگ. متوفا وانگ فنگ نام داشت. مرد 32 ساله، مدیر معاملات املاک، ازدواج نکرده بود، دیابت داشت و از اعضای جنبش صلح سبز بود. میو میو. آب پرتقال. این یه قتله. گمان میکنم قاتل یا عاشق شکست خورده است که آب پرتقال مینشه و کفشای پاشنه بلند گلابی میو میو پاش میکنه. چی باعث شد این کارو بکنی؟ حتما حکمتی در کار بوده که من تو رو شناسایی کنم. میدونم مشکلاتی داشتیم، ولی هرگز حدس نمیزنم قضیه به اینجا ختم بشه. منم مایل نیستم ارتباطمون اینطور خاتمه پیدا کنه، ولی هرچی باشه من یه افسر پلیسم و دارم وظیفه‌مو انجام میدم. بشین بابا، افسر پلیسم. فکر کردی اینا فیلم ماجرای دوزخیه؟ شوخی بار از مغزت استفاده کنی؟ فکر می‌کنی دستگیری آدم بده به همین سادگیه؟ اونا پرتقال دقیقه پیش از دست خودم، این کفش رو خودم از اروپا خریدم. درسم اصلا تزت به درد خودت می‌خوره. اینکه مسخره رو بردار، اومدی مدرک جمع کنی، پس شبیه احمقا نباش. هی بذار دقیقا همینجا باشه.
خوبه، همینطور بیا. خب حالا برش گردون. طبق مشاهدات من این مورد باید قتل باشه. بنا به مشاهدات تو قاتل منم. مدرک چیه؟ کی با شیرجا رفتن تو سیما خودکشی میکنه؟ اینو برام بیارید به پاسگاه. خانم این بلوک سیمانی خیلی بزرگه، توی فنجان نمیگیره. خب یه وصله بزرگتر گیر بیارین. اگه همین حالا هم زنگ بزنیم تا یه ساعت دیگه هم نمیرسن. خب صبر میکنیم، شاید مهمترین مدرک به جا مونده موبایلش باشه، بهش آسیب نرسه. هر کاری میخوای بکنی زودتر انجامش بده، انتظار فایده نداره. ببین چی از توش در میاد. وانگ بوئر. جواب کالبوچه کافی کی میاد؟ کلی وقت منتظر نشستیم و کاری نکردیم. نمیدونم، من نظافت چیم؟ جواب کالبوچه کافی کی میاد؟ کلی وقت منتظر نشستیم و کاری نکردیم. چند آزمایش انجام دادم ولی علت اصلی مرگ رو نمیتونم بفهمم. با این حال گمون نکنم این مورد خودکشی باشه. چرا نیست؟ به خاطر قیافش. مگه چشه؟ داره لبخند میزنه. پرونده قتلای لبخند بلا یادته؟ آره. تنها وجه تشابهشون همین لبخنده. به نظر من کار همون قاتله، همون قاتل سریالی. قاتل سریالی؟ من پی بردم این زن در تمام مراسم سوگواری قربانی‌ها حاضر بوده. چه لباسی پوشیده؟ روانشناسی جنایی میگه قاتلان به مراسم خاکسپاری قربانی‌هاشون میرن تا هیجان قتل رو دوباره در خودشون زنده کنن. وای، بیماره. اگه میگفتن گوسفندا پرواز میکنن چه؟ اونم باور میکردی؟ باید میدیدم. اسم اون زن هست لیوژین. لیوژین شو. اون با تمام مقتولا قرار ازدواج داشته که به هم خورده. Crimes of passion. I think that's a good analysis. خب همین نظر داری؟ آره، به طور میانگین 5 روزه میخوره به هدف. اگه از من میپرسی تا 2 روز دیگه این سهام حسابی میکشه بالا. هی، تلفن شخصی باشه برای ساعت غیر کاری. بعد به زنگ میزنم. وانگ بوئر، انگیزه در اینجا کاملا روشنه. نمیتونیم بیش از این درنگ کنیم. باید این مظنون به قتل رو دستگیر کنیم. وانگ کجا رفت؟ رئیسش توی؟ للش هم من نیستم. ما در جامعهمون با موانع و چالش‌های بسیاری روبرو هستیم، ولی میتونیم با اراده یکپارچه بر این موانع چیره بشیم. میشه بین جدایی‌هایی که میان ما ایجاد شده پلی بسازیم. مراقب باشین. بگیر خیلی زیبا بود. گرفتیم دیگه. آره بله این بهترین فیلمی بود که تا حالا کارگردانی کردم. شما در تو هوا قاب زدی، فقط یه نابغه میتونه از استفاده کنه. البته همه شیش شما کی باشی؟ پلیس. پلیس؟ برای چی اون پسر رو کشتی؟ نمیفهمم چی میگین. شما حق دارین سکوت کنین، هرچی بگید میتونه علیهتون در دادگاه استفاده بشه. بازیگر زن نقش اولم یه قاتله. اوه عجب فیلمنامه ای پرفروشی. خاله خواب نقشه اینه، پلیس خوب پلیس بد بازی میکنیم. تو میشه پلیس بده؟ منم میشم پلیس خوبه. پس تو پلیس خوبه. آره منم میشم پلیس بده. چرا؟ خب معلومه دیگه، هر کس با یه نگاه میفهمه که من پلیس خوبم.
اگه نقش پلیس خنگ رو بازی میکردی اسکار میگرفتی. چیه؟ وقتی رفتیم داخل بیا نقش پلیس خوبه و پلیس بده رو بازی کنیم. چی میگیم ها؟ تو پلیس بده باش. من پلیس بده بشم؟ چرا من پلیس بده باشم؟ خب من برای نقش پلیس خوب مناسبترم. یعنی معلومه که قیافه من به پلیس بدا میخوره. من نگفتم قیافت به پلیس بدا میخوره. فقط اگه مقایسه کنیم من مهربونترم. من بازیگر بهتری. درسته، کاملا درسته. من بازیگر افتضاحیم. میبینی؟ من فقط میتونم نقش خودم رو بازی کنم. آره، حق با توه. تو باید زننده بشی. زننده؟ ناسزا بگی. میگم کتکش میزنی. بزنمش؟ این درست نیست. منظورم این نیست که واقعا بزنیش. وانمود که میخوای بزنی چه وقت من جلو تو میگیرم. آدم میزنمه. میخوای منو کتک بزنی؟ من پلیس خوبم، تو پلیس بده. درسته، من موافق رفتار خشن تو نیستم. این به نظر تو جور در نمیاد؟ به نظر من که جور. مسخره. دو چیز لیو، شما خودتون از فیلماتون زیباترین. پس تو کشتیشون ها؟ اعتراف کن. کار من نبود. من نمیدونم چرا مردن. حیف که این فیلم نیست، چون خوب داری بازی میکنی. شما نمیدونین چه اتفاقی افتاد، برای همین منو سرزنش میکنین. شما بی ارزین. Hey. Don't be nervous. It's cool. What do you think you're doing? You think I'm incompetent? Is that what you're saying? Go! She can't handle your raw power! Calm down. Calm down. Sit down. Just sit. Calm down. متاسفم دوش زیلیو. اصلا نترسین باشه؟ لطفاً ادامه بدین. من این کارو نکردم. به چه دلیل من باید اونا رو میکشتم؟ خب البته این فقط نظر شخصی منه. وقتی دیدین نامزد چهارمتون باهاتون مثل کیسه زباله رفتار میکنه، فکر کردین این انصاف نیست، برای همین کشتینش. زنی به سن شما که هیچ مردی تو زندگیش نیست، هیچ کس به فکرش نیست، کسی باش ازدواج نکرده، کسی دوستش نداره، هر روز صبح بلند میشه و میره سر کار، تو خیابونا زوجا رو کنار هم میبینه، ولی خودش تک و تنهاست. صادقانه میگم براش ناراحت کننده است. زنی مثل شما که به این دنیای سرد و بیروح پرتاب شده، در واقع بمب ساعتیه که هر آن ممکنه. تو درباره کی داری حرف میزنی؟ آنجلا، باید چند تا گزارش بنویسی. بازم گزارش؟ راجع به شکستن اون بلوک سیمانی، دستگیری مظنون بدون مدرک، شرکت فیلمسازی که علیه ما شکایت کرده، و اگه همین حالا ولش نکنی یکی دیگه هم باید بنویسی. باید از واژه ما استفاده کنی، شما یه گروه هستین. تو بازداشتش کردی، من اونجا نبودم. ولش کنی بره. آخه برای چی؟ به خاطر سربازه هست. دوشی زلیو، ببخشید وقتتون رو گرفتیم. لطفا اینو بخونین، امضا کنین، بعدش هم میتونین برین. آه، این همه گزارش رو چجوری بنویسم؟ برق رفت. Every man here is staring at me, and you're pretending not to notice. I'm not into girls. I think you're whipped.
You know why we see so many harassment cases? Look at what she's wearing. You can look, but you can't touch. It's simple. Have you seen enough? خانم شما دنبال کی میگردین؟ خواهر کوچیکم. خواهر کوچیکتون؟ غریزم به هم میگه این خواهر بزرگه یه درد سره. خواهر بزرگه کی؟ لوژن شوز بیگ سیستر. غریزه منم میگه برم خونه. گلمین جینشو حالت خوبه؟ جینشو چطور تونستی نامزد دخترموی من از چنگش در بیاری؟ خیال داری هر چیزی رو که داره ازش بگیری؟ هی ول کن. بعضی وقتا اوضاع اونطور که میخواییم پیش نمیره. وقتی پای علاقه وسط باشه دیگه نمیشه مهارش کرد. مهمترین چیزم در زندگی خوشبختیه. درست میگم؟ ما خویشاوند خونی نیستیم. بنابراین تو از خویشاوندان تنی من محسوب نمیشی. تو گرسنه نیست؟ من که خیلی گرسنمه. یایی حال من خوب نیست. تو گامین برید باشه؟ نگو که زده به سرم ولی اون به تو حسودیش میشه. چرا حسودیش میشه؟ We're sisters. اگه بهت حسادت نمیکنه چرا نامزداتو میدوزده؟ نمیدونم چرا ولی تازه کیا عوض شده. اینجا آپارتمان قربانیه. بله خودم میدونم آپارتمان قربانی اینجاست. حکم بازرسی. بدون حکم بازرسی میریم. اگه حکم بازرسی نشون بدیم ساکنین اینجا گارد میگیرن و نمیتونیم مدرک گیر بیاریم. قبول. ولی اگه کسی اونجا بود چی کار کنیم ها؟ بررسی کردم. تنها زندگی میکرده. آپارتمانش خالیه. بعد چرا بدون حکم بازرسی بریم؟ یادم رفت. یادت رفت؟ آخه چرا تو باید همکار من میشدی؟ روزگار بهت لطف کرده. به من لطف کرده. اگه نتونی از پسش بر بیای چطور میخوای بری تو؟ با مغزم. من برات قلاب میگیرم. قلاب میگیری؟ خودت میری برام؟ وزن چقدره؟ 40 کیلو. بیا. تو من افسر پلیس خودت بهتر میدونی که نباید مدرک نادرست ارائه بدی. تو 40 کیلو نیستی. خب تو از گیاه یکم پرخوری کردم. شاید دور برای 45 باشه. چقدر؟ خب 55. دوباره. دوباره؟ زود باش. خوشمه.
اینجا؟ تو کی هستی؟ من؟ هی! من از اینجا درار! هی! گفتم منو بیار بیرون! اینو دیگه کن خودمه. اگه گفته بودی مأمور بیمه این همه علم شنگر را نمیافتاد. آخه ایشون هم نگفتن که پلیسه. بله پلیسه. هی اینا رو نگاه کنین، ببینین قربانی ما از قرار با هر دوی این زنه آشنا بوده و انگار بخواسته با یکیشون ازدواج کنه. شاید میخواسته این انگشتر الماس رو بین اون دو زن قسمت کنه. خوبه، اون وقت دیگه لازم به پرداخت غرامت نیست. اون مرد که بیمینا میخواد بیشتر از یه هفته پیش نبود، تاریخ اجرای شدنش همون روزی بود که درگذشت. بله. بیمه نامه به اسم کیه؟ خب من نمیتونم بهتون بگم، بهتون به نمیتونم بگم. امضا کن. بیمه نامه به اسم توه؟ اگه دوستم داری امضا کن، اسمشو بذار ضمانت علاقه. تو به من علاقه داری؟ نه، من هنوز خواهر تو دوست دارم. شما مردا همتون مثل همید. بعد از هر بار که خواهرمو میدیدی به من میگفتی منو دوست داری، منم حرفتو باور کردم. حالا میگی دلت پیش اونه. اونقدرم بیشرمی که میخوای باهاش ازدواج کنی. گوش کن، ممکنه ظاهرم نشون نده ولی من از اون خیلی بهترم. میخوام با خواهرت ازدواج کنم. ها؟ باشه، حالا که دوستم نداری امضاش کن. حالا که دوستت ندارم؟
بابت غرامت؟ دیگه نمیتونی دورو برای خواستگاره خواهرت بچرخی. من آخرینشونم. خواهیم دید. امولیا خوابیده؟ آره، بعد از تصادف پدرم شما هر بار زحمت میکشین و به دیدنش میرین. متشکرم. اون عموی منه، زحمتی نیست. راجب فیلمتون از شنیدنش متاسف شدم. نمیدونم چرا این چند ساله هیچ اتفاق خوبی برای من نیفتاده. من از این چیزا خوشم نمیاد. بیا بریم. حالا که دیگه اومدیم، شنیدم کارش خوبه. او چشمای برزخی داره، میتونه همه چی رو ببینه. تو هم شنیدی؟ میدونه ما اینجاییم. شاید به خاطر اونه. بریم تو. استاد، فکر نمی کردم شما به این جوانی باشین. کار من در واقع فقط دانش تجزیه و تحلیل داده های درسته. دوشیزه، شما بازیگرید، می خواهید درباره حرفتون چیزی بدونید؟ درباره زندگی خصوصی ما بگید. به اونم می رسیم. شما در 1982 به دنیا اومدید، در ماه دوم سال. اینا رو از کجا می دونید؟ خودتون در فرمی که برای ایشون وقت ملاقات می گرفتید نوشتید. می دونی؟ 6 ماه قبل ازشون وقت گرفتم. شما اخیراً مشکلات زیادی در مورد حرفتون داشتید، نتونستید یه نقش اصلی بگیرید. اینو دیگه از کجا فهمیدین؟ از روزنامه‌های سراسری. یه پلیس احمق باعث شده اعتبارتون لطمه بخوره. همه اینو میدونن. نگاه کن. چشم برزخی، میشه درباره ما از خودتون یه چیزی بگیم؟ البته. سفیدی چشماتون پر از رگه های قرمزه. معنی چی استاد؟ این یعنی احتمالاً تمام شب و بیدار بوده. تازگی خیلی گریه میکنه. شاید هم مربوط به عفونت چشمی باشه. کافیه، بیا بریم. اما رگه های خونی بالای سفیدی چشماتون عمودی هن. شما رو نفرین کردن. آجدن؟ اسم نفرینی که گرفتارشید ستاره تنهاییه. یعنی همیشه تنها خواهید بود. و فقط زنا میتونن چنین نفرینی بکنن. استاد، راهی برای باطل کردنش هست؟ بله، جلوی کسی که اونو نفرین کرده بگیرید. فقط این راهشه. چرا منو به خونه یه ای آوردی؟ تا بتونی حقیقت رو پیدا کنی. مسخره نشو، اون یه شیاد بود. اگه تو نری من میرم. صبر کن. توی چیه؟ گرسنه‌ت شدی؟ چرا خواهرت رو دچار نفرین کردی؟ دیوونه شدی؟ چرا مدام آزارش میدی؟ ول کن، بیا بریم. جواب بده، خواهرت دختر خوبیه، چرا مانع ازدواجش میشی؟ من کاری نمی کنم، خودشون از ازدواج باهاش منصرف میشن. تو چی گفتی؟ من بهت گفته بودم سعی نکن بازیگر بشی، چون اونا فقط تو فیلم ها دوست دارن.
اما در زندگی واقع میان طرف من. پس این مشکل توه یا مشکل من؟ در تمام این سالها هرگز نفهمیدی. نمیخواستم ستاره باشم، نمیخواستم بازیگر باشم. درو بس رفت تو. میخوای بیام بالا با هم حرف بزنیم؟ نه من خوبم. یه فرصت دیگه بهم بده. میدونم کارم اشتباه بود، ولی هر لحظه و هر جا که بودم فقط به تو فکر میکردم. برو پی کارت. جنچوی، 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 I love you. با من ازدواج کن. واقعا میخوای با من ازدواج کنی؟ غذا میخوری اینجا؟ چیه ما مثل آدمه که غذا خوردنمون باشه؟ عجیبه، چرا همه قربانی ها این لبخند رو به لب دارن؟ آره همشون لبخند میزنن، شاید برای اینجور لبخند یه نوع سوزنده ارمانی شدن. تو زیادی کتابای کمدی خوندی. نظر من کاملا علمیه. دکتر، نقطه حساس این لبخنده کجاست؟ در دانش پزشکی غربی چنین چیزی وجود نداره. تو نمیدونی جاش کجاست؟ کف پا اینجا و اونجا. اگه این چیز رو باور داری منم کلی برات برنامه دارم. اگه نقطه حساس لبخند وجود داشته باشه منم بهت قول میدم پیشنهاد ازدواجت. میرم گزارشم رو بنویسم. عکس من اینجا چیکار میکنه؟ اونجا عکس تمام کسانیه که با مظنون ارتباط داشتن. اون وسط یه جای خالی بود که نمیدونستم عکس کیو بزنم. ببرش بالا. خیلی. Anyone with a relationship, huh? We have a relationship. Shouldn't your picture be right next to mine? What kind of relationship are we supposed to have? I'm your superior. Gonna have better taste than that. We are partners, and I consider that a pretty sacred relationship. Exactly. We work together with one will and one heart. Right. And it raises our effectiveness as police. Yeah, raise it. High. رئیس، میخوام از یکی از همکارم که تو ساعت اداری تو بازار بورس ها معامله میکنه شکایت کنم. فعلا همین. آو واقعا؟ مدرکی هم داری؟ پس داشتی چی کار میکردی؟ افزایش بیمه نامه. اگه فرقی میکنه؟ بله فرق میکنه. اگه پوشش بیمه نامه ما بالا نمی بردم نمیتونستم اسم بهره‌ور بیمه نامه قربانی رو بفهمم. ولی شما بچه از این فرما سر در نمیارید. کی بوده؟ دایه ای؟ مهمترین مظنون ما؟ تا حالا وان کجا رفت؟
آقایون نگران متن قرارداد نباشید، هیچ چیزش به ضررتون نیست. شما فقط باید برگه های 4، 12، 13 و 14 رو امضا کنید. خیلی خوب، بردارید نگاه کنید بخونید. چقدر بیمه نامه آوردی؟ یه نگاهی بندازین. همون لکی، شما خیلی خوشقلبید که از دوستتون خواستید از من بیمه عمر بخرم. هیچ کس تا حالا انقدر به من دلگرمی ندیده بود. ما در خدمت لکی هستیم. اسم کامل همون لکی چیه؟ تاگر کرین لکی. هر کاری ازش بر. همچون باب کوبنده، همچون دورنو. برادرها پول بیمه عمر همه تو با خدا. دایه ای؟ چی میخوای؟ پلیس. شما دایه ای هستی؟ خودمم. عمو جان من میترسم، من اون منو اذیت میکنه. اون؟ اصلا نترس، بسپرش به خودم. ای مشکل تو چیه؟ هیچ مشکلی ندارم. هیچ مشکلی ندارم. تا حالا اسم لاکی تایگر کرینو شنیدی؟ دیگه بری خونه بچه، مامانتون نگرانتون میشن. هنوز وقت داری سالم از اینجا بری بیرون. گوششو بگیری مندازنش بیرون.
راب بخندین یک وقت باش از اینجا برو پسرا بخار پسش کنی نگران من نباش دار رفتی؟ کسش بدی این بچه از کدوم طرف رفت؟ بکنم از اون کوچه را خب بره دوباره شکره وای آخ پو آخ آخ از سر تا پام داره عرق میشه که امونم کی؟ پس کجا موندی؟ ای بابا خیلی خواب اومدم بسن نفسم بیاد بالا سوهان روح من شدن اینا خب شدن نزدنشون یه باش پیرمرد بودم پلیس الان حس خوبی داری؟ آره خوش بالت چون حالا من پلیس بده هم تو پلیس خوبه به قیافت نمیخوره پلیس بده باشه بچه جون پلیس بده منم البته فعلا روز خوبی داشته باشی برو بابا برو کنار امروز روز شانسته قراره تو پلیس خوبه باشی منم پلیس بده باشه دایه یی چی شده؟ میس دای We're very grateful for your cooperation today. Miss Dai? Hello. Come on now. You didn't kill those guys. Wang Buer, I'd like to have a word with you. Now. Excuse me. Now! What was that? I thought you were the bad cop. I was trusting my gut. The minute I stepped in there, I just felt that she was, I don't know, innocent. Innocent my foot. I'll be the bad cop, and you just shut up. ما میدونیم تو اونا رو کشتی. پس خودت زود اعتراف کن تا زیاد وقت همدیگر رو نگیریم. باش. من کشتمشون. جدا تو کشتیشون؟ نه. پس چرا دروغ میگی؟ شما گفتین اینو بگم من دارم با پلیس همکاری میکنم داری منو دست میندازی؟ آروم باش رفتارت خیلی زننده است آیت ببخشید چرا ازشون خواستی خودشونو بیمه کنن؟ چون من فروشنده بیمه نامم به همین دلیل ما به تو مزنونیم تو اونا رو به خاطر مبلغ بیمه نامشون کشتی درست میگم؟ ثابت کنید اینا رو تو خونت پیدا کردیم اینا تقریبا از همون سوزنایی هن که ما رو بدن قربانی ها یافتیم چه توضیحی براش داری؟ این طبیعیه که آدم تو خونش خیاطی بکنه خودتونم خیاطی میکنید نمیکنی؟ شما قهرمان ملی پرتاب دارت هستین پرتاب سوزن باید برای شما کار ساده‌ای باشه
برای این چه توضیحی داری؟ فکر میکنیم پرتاب دارت ربطی به پرتاب سوزن داره، پس بازیکنهای فوتبال هم باید بوکس بلد باشه. آره، هر سوالی یه جواب تحسین داره. با این لباسای از مد افتاده و اخلاق بدیتون مطمئنم ازدواج نکردین و نمیکنی. مواظب حرف زدنت باشو. آزادش کنین. حرفش هم نزن رئیس، منم من میگم کی باید بره. وکیلش اینجاست، مدرک عدم حضور اینه جرم داره. It was nice chatting. Liu Jinshui, Katashina Sahi. ID. Injara Mzakhoi. Dige kari niist. جینشیوی، منو ببخش، نمیدونستم دارم چی کار میکنم، نتونستم جلوی اون مقاومت کنم، اما تو تنها زن زندگی منی. جینشیوی، تو به من گفتی تمام مردانی که به تو پیشنهاد ازدواج میدن نفرین میشن، مصیبت سرنوشت اوناست، باید صادقانه بگم سعی کردم از تو چشم بپوشم، ولی حالا باید اعتراف کنم من نمیتونم ازت جدا بشم. اگه بتونم کنار تو باشم از هیچی نمیترسم. با من ازدواج کن. یه بلیط میخوام از هنگ کنگ به سانیا برای اولین پروازتون. خانم، الان دیدم لیو جونشوی وسایل گامین رو تحویل گرفت. رفتش؟ بله، شنیدم داشت برای خروج از هنگ کنگ بلیط رزرو میکرد. فرودگاه. سلام کیتی. آه سرکاروان، چی شده؟ اون ماشین رو تعقیب کن. چرا؟ چون باید تعقیبش کنم. بپر بالا. بزن بری. میبخشین خانم، یکی داره تعقیبتون میکنه. اون شوهرمه، وقتی حامله بودم به هم خیانت کرد. بسپارش به من، میدونم چجوری قالش بذارم. شوهرتون خیلی سمجه،
مجبورم بگم از سماجتش خوشم اومد. گمش کردم. یه فکری بکن، نباید بذاریم سوار هواپیما بشه. چی بکنم؟ نمیتونیم جلوشو بگیریم. چی؟ سفر خوبی داشته باشید. دوشیز لیو، لطفاً با ما بیاین، صحبت خیلی مهمی با شما داریم. ایشون هم بازیگر نقش اول ما، دوشیز لیو ژینشویی. یک کف مرتب. ببینم این کار برای چی؟ شما بازیگر فیلم ما این؟ از کی تا حالا پلیس فیلم میسازه؟ ما همیشه فیلم میسازیم. یه دونه ساختیم به اسم جوان و خطر. بعدش همه دلشون میخواست گنگستر بشن و ما به عنوان پلیس باید پاسخ خوبی بودیم. برای همین داستان پلیس رو ساختیم. بعدش هم داستان پلیس دو، داستان پلیس سه و مافوق پلیس و داستان پلیس جدید. این همیشه ششمین فیلم ما، داستان پلیس تریدی دانشگاه پلیس. حالا بگو ببینم، فکر میکنی چه کسی جکی چانو بزرگترین ستاره رزمی کرد؟ پس کار شما بود، پلیس هنگ کنگ اونو به شهرت رسوند. میخوام ازت بپرسم، دلت بخواد تو هم به شهرت و پولداری اون بشی؟ به عنوان تهیه کننده و به نمایندگی از پلیس هنگ کنگ، شما بازیگر نقش اول ما هستید. وای تو گفتی هر طور شده نذاریم بره. برو دنبالش، برو برو. مگه نمیخواستی بازیگر نقش اول شی؟ فکر کردی نمیفهمم؟ معلوم بود سر کاریه. خب احمقن دیگه، نمیدونن چی کار کنن. این شرکت فیلمسازی تو هنگ کنگ همچین بودجه نداره که بخواد کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنه. نه، موضوع اینه که میدونم هیچ اتفاق خوبی برام نمیفته.
میخوام یه جا رو نشونت بدم. نگاه کن ببین، یادته چرا این بدبخته ها مردن؟ یادم نیست. دوستشون نداشتی؟ نه. تو چه آدم سنگدلی هستی؟ من حتی نمیدونم اینا کیان. ببخشین، اونا اینجا قطر زندگیشون رو کوتاه کرد. اینا رو که دوست داشتی؟ تک تکشون ازم خواستگاری کردن. واه، هر بار جواب من مثبت بود، یعنی میخواستم ازدواج کنم. دلت میخواد از راز مرگشون سر در بیاری؟ بله. بذار من نفر بعد باشم، با هم ازدواج کن. تو دیوونه ای. اولین بار تو قربسون از کسی خواستگاری میکنم، قهر نکن. به خاطر اینا، به خاطر نامزده سابقت هم که شده، باید بگی بله. میدونم اشتباه کردم. بیا از اول شروع کنیم. یه فرصت دیگه بهم بده. با من ازدواج کن. نمیتونم. میدونی هر وقت بخوای میتونی خیلی بی‌رحم بشی. پس میخوای با من ازدواج کنی؟ آره همینطوره. به عنوان تله؟ میخوای با استفاده از یه ازدواج دروغی و تهمه کردن من قاتل واقعی رو بگیری؟ بنابراین از حالا ما نامزدیم. سب کن. داری چه کار میکنی؟ اگه داری وانمود میکنی پس باید طبیعی باشه دیگه. بارو مندیلم رو بستم و بردم اینجا. کی گفته نامزده حتما باید با هم زندگی کنه؟ نامزده باید مراقب حال و روزه هم باشن. خوب میدونیم که قاتل واقعی احتمالا از همین حالا داره ما رو میپاد. کجا چیزی میبینی؟ یعنی از اینجا دیده میشه؟ داشتم سر به سرت میذاشتم. تو دیوونه. آقای وانگ، نامزدتون لباس پوشیدن حاضره. Okay, look this way. Now smile. More. Look over here. Smile. Smile. Hey. این گردنبند خیلی قشنگه. پدرم خیلی سال پیش اینو بهم داد. معلومه که بدلیه. خواهر. تنها تو میذارم. تبریک میگم. مامانی نروسکو برای تولدت درست کرده بود، یادت میاد؟ البته. تو از من دزدیدیشو، خرابش کردی. نه، برات نگهش داشتم، درستش کردم. این عروسک مورد علاقت بود، چطور میتونستم بندازمش دور؟ حالا برگشته پیش صاحب خودش. دوستت دارم. اگه حرفای بدی بهت زدم به این خاطر بود که میخواستم بدونی با چی رو در روی میخواستم اون رویاها رو بذاری کنار.
خواهش میکنم منو ببخش. خواهر، تمام این سالا تو رو سرزنش میکردم، ازت عصبانی بودم که نامزدمو میدزدیدی، فکر میکردم تو داری خوشبختی رو از من میگیری، ولی حالا میفهمم تو میخواستی ببینی اونا من واقعا دوست دارن یا نه. ممنون. ازم تشکر نکن، نمیخواستم ببینم اونا دوست دارن یا نه. هی عشقای تنهایی از موزه نیویورک دزدیده شده سال 2002، یه سرقت مسلحانه افسانه بود، یه دزدی بی‌نظیر الماس. ارزیابیش کن. بله قربان. هی برای چی کشتیشون؟ من عاشق کشتنم، هر پنجتاشون رو من کشتم، حالا اینو داشته باش. امولیا، امروز حالتون چطوره؟ پسرمون کجاست؟ چرا اینجا نیست؟ امولیا، من به زودی ازدواج میکنم. نگاه، این نامزدمه، اسمش وانگ بوهره. یکم خوله اما بامزه است، گمونم باهاش خوشبخت بشم، مرد خوبیه. امولیا، ازتون میخوام شما شاهد ازدواج ما باشین. پناهگاهت از هر نظر حرف نداره، فقط بدیش حضور من در اینجا. وانگ بوئر، تو اینجا چی کار میکنی؟ لیو شینگ، چرا از جد پا نمیشی یه چاق سلامتی با هم بکنی؟ صبر کن، چطور به خودت اجازه میدی عموی من مسخره کنی؟ یه عکس از پدر عمود کنار هم دیدم، وقتی اون گردنبندم چند روز پیش دیدم فهمیدم ماجرا چیه، معما حل شد.
پدر عموت یه دهه پیش خیلی مشهور بودن، شاه دزده که تونستن به موزه تاریخ نیویورک دستبرد بزنن. متاسفم اینو میگم، اما عموت نامزده تو رو به قتل رسونده. بس کن عموی من فلج کامله، چطور ممکنه؟ نامزده اول 3 سال پیش مرد، همون سالی که عموت فلج شد. تظاهر به فلج بودن بهترین روش برای گریز از اتهام بود، ولی وقتی پسرتون رو دستگیر کردیم اون تمام مسئولیت رو به گردن گرفت. اون گفت تنهایی عمل کرده. کار من بود، همشونو من کشتم. اما وقتی مهارتش رو در پرتاب سوزن دیدم فهمیدم کس دیگه ای پشت ماجراست. شما مرد صبوری هستین. وقتی 3 قربانی اول هدف گرفتین اونا با سرعت بالا در حرکت بودن. علت مرگ برخورد سوزن در نقطه حساس خندهشون بود. سوزن باعث شد تمام ماهیچه‌های بدن در جا از کار بیفتن. به خاطر همینم اونا لبخند بر لب مردن. پناکاریتون خیلی عالی بود، ولی همیشه یه اشتباه وجود داره. بگیم برای چی زیر تخت آدمی که سر تا پاش فلجه یه جفت دمپایی؟ پس دمپایی ها منو لو دادن. ببخشی دمپایی ها مال منه. نمیزنم در بری. وقتی بلند شدیم اینو میگی؟ وانگ بگیرش. درست همینجوری پرس کنم؟ برو بگیرش. تو که قرار نیست بمیری. برو بگیرش. حالت خوبه؟ مراقب این باش. ترکم میکنی؟ خودت گفتی برو بگیرش. وانگ تو خوبی؟ فکر یه بعد از این همی دویدن نایی جنگیدن داری؟
نمیتونی پیروز بشی. تسلیم شو. تسلیم شم؟ به تو؟ هفت تا مثل تو هم نمیتونن شکستم بدن. خب هشت نفر چطور؟ پدر و عموت هر دو از موزه سرقت کردند. پدر شما دارای شبرات به ارث گذاشت با یه شرط: تا پیش از 30 سالگی ازدواج کنی. در غیر این صورت خود به خود تمام ارث به عموتون آقای لیوژینگ میرسه. عموت میخواست کاری کنه که تا رسیدن به 30 سالگی نتونی ازدواج کنی. ساده تر نبود منو بکشه؟ این چیزیه که منم نتونستم بفهمم. گردنبند در واقع یه دستساخته بسیار ارزشمنده. بنابراین ما اونو برای موزه نیویورک پس فرستادیم. اون آخرین چیزی بود که پدرم بهم داد. در واقع اون آخرین چیزی نبود که پدرت بهت داد. اسم این اقیانوس لیلیه. این اون چیزیه که عمود دنبالش بود. ولی حتی عمود هم دوچاره سوء تفاهم شد. این نقاشی مشهوری نیست. این نقاشی اثر پدرته. اون یکی از بهترین سارقان آثار هنری دنیا بود. هر چیزی رو که میخواست به دست میآورد به جز خانواده. اسم این اثر اقیانوس لیلیه چون اسم انگلیسی مادرت لیلی بود. پدرت میخواست تا پیش از 30 سالگی ازدواج کنی چون میخواست زودتر یه خانواده داشته باشی. شنیدی چی گفت؟ خانواده چیز خوبیه. عمو لیو حالتون چطوره؟ علی دیگه مجبور نیستم توی تخت باشم. عمو لیو بگین شما خیلی تلاش کردین جلوی ازدواج منو بگیرین، چرا منو نکشتین؟ تو هم خونمی، در تمام این سال‌ها ازم مراقبت کردی. هرس و طمع داشتم ولی اهریمن نبودم. عمو اگه آزاد بشی من ازت مراقبت میکنم. بریم. جینشو منو ببخش. You caught a serial killer and uncovered two famous thieves. Two birds with one stone. Congratulations. You'll get a promotion. Hong Fei Hung, you can officially begin your retirement. And Wang, you've finally done something useful. Well done. So, you get an early retirement with a full pension and I get nothing. Baby! Can you believe these gold diggers? They want a baby before they even... kill you! That's my wife. Ha ha ha.
baby. Honey! Honey, you look taller. Hopefully our kids will inherit my natural height. No wonder he always wants to get off work early. You're so strong. Hey, Wang. So, I wanted to talk to you. You got a new dead boyfriend? No, of course not. But I'm still under the curse. Don't fret. Luck, love, fate, they can all change in an instant. That's right. So I was thinking you could help me change my luck. Would you be my boyfriend? That's very flattering, and I appreciate your frankness, but the truth is there's no forcing love, and there's actually already someone I have feelings for. I had no idea you had such good taste. But if you like me, you should have said something. Wang! I can get you out of my mind. Darling, you're sweet, sweet as poison. Makes me want you all the time. I can get you out of my mind. فیلم های دوبله دیگر در وبسایت تاینی موویز. You're so innocent.